سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این بار درباره یه ندای آسی و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک و بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما با خبر بشید زنگوله یه کنارش رو بزنید. ندا یاسی که یکی از معروفترین شاخهای اینستاگرام می باشد با انتشار عکسهایی در اینستاگرام مشهور شد و نیز وی با انتشار کلیپهای زشت و ناجور از خودش و فحاشی به این و اون شهرت داره. ندا یاسی متولد 21 بهمن ماه سال 1368 در ایرانه. نام اصلی او مریم ابراهیم قندیل می باشد. این چهره که ابتدا آرایشگر به نظر می رسید، حالا با ویدیوهای جنجالی در اینستاگرام فالوورهای میلیونی داره که علی‌رغم صحبت‌های زشت و رکیکی که در مورد ایران و ایرانی‌ها می‌زنه، فالو کننده‌های زیادی از ایران در لیست فالوورهای خود داره. پدرش کرد عراق و مادرش فاطمه از افغان‌های مهاجرت کرده به ایران می‌باشند که در اینجا آشنا شدند و ازدواج کردند و اونو در ایران به دنیا آوردند. ندا یاسی که به گفته خود در زمان حضور در ایران در مدرسه مورد آزار و اذیت دوستاش قرار می‌گرفته و زندگی در فقری داشته، باعث شده بارها به مردم ایران توهین کنه. این در حالیه که حتی وی در برخی مطالب منتشر کرده خود اشاره به داشتن پاسپورت ایرانی میکنه و در خصوص کاربرد اون در دنیا به بدترین شکل ممکن صحبت کرده و با به کار بردن کلمات رکیک و زشت توهین‌های بیشماری به نوع زندگی، فرهنگ و بینش مردم ایران میکنه. از طرفی ایرانی هایی که در فالوورهای ندا یاسی هستن در برخی مواقع به کلیپ های او مراجعه کرد و کامنت هایی برای مقابله با او میذارن که به نظر میرسه این نوع برخورد تا زمانی که افراد آزادانه اجازه انتشار صحبت ها، کلیپ ها و عکس های شخصی خود رو در دنیای مجازی دارن، نه تنها چیزی رو حل نمیکنه، بلکه باعث میشه او همون کامنت ها رو سوژه رفتارهای زشت و بی‌ادبانه خود بکنه. وی فعالیت خود را از یوتیوب با آموزش آرایشگری شروع کرد. تتوهای عربی روی بدن او در ویدیوها نشون دهنده صحت گفته ها در مورد اصلیت عرب او داره. ندا یاسی سپس فعالیت خود را در اینستاگرام شروع کرد و در این بین با هجوم مردم و بحث های در مورد ملیت او کم کم پیج او تبدیل به محل مناقشه و انتشار ویدیوهای روان پریشانه او شد. بسیاری از کاربران اینترنت که نام ندا یاسی رو شنیدن یا کلیپی از او دیدن در خصوص بیوگرافی، نوع تربیت، خانواده و زندگی او سوال می‌کنند. اما واقعیت اینه که وی هرگز به صورت دقیق و مستقیم اشاره‌ای به ملیت، سن و شرایط زندگی خود نکرده و آنچه موجود است دو روایت است که با توجه به برخی گفتار یا واکنش‌های او برداشت شده. ندا یاسی دختری متولد سال 1368 در اربیل عراقه که پدری عراقی از کردهای عراق و مادری افغانی داشته. آنگونه که نقل شده، پدر ندا یاسی 11 سال پیش همسر افغانی خود یعنی مادر ندا یاسی که شخصی به نام فاطمه حسینی بوده رو به دلیل داشتن رابطه نامشروع با یک ایرانی تبار به قتل رسوند و فراری شده و همین باعث نفرت او از ایران و ایرانی شده و در پی انتقام و انتشار مطالب توهین‌آمیز در مورد ایرانی‌ها بر اومده. از طرفی مرگ مادر و فرار پدر ضربات روحی جبران ناپذیری به ندا یاسی وارد کرده. ندا یاسی توسط دایی خود بزرگ شده و نهایتاً او در حال حاضر پناهنده کانادا شده و در تورنتو کانادا زندگی می‌کنه و همچنان دارای اختلالات روانیه. اما در بیوگرافی دیگری از ندا یاسی اینگونه نقل شده: وی متولد سال 65 در افغانستانه و به 3 زبان انگلیسی، عربی و فارسی مسلط بوده. یک بار ازدواج کرد و همسرشونو به دلیل رفتارهای نامناسب و دور از اخلاق طلاق داده، ولی وی همچنان رفتارهای خود را تشدید کرده و حالا در دنیای مجازی به راحتی به انتشار تصاویر و حرفهای خارج از عرف میکنه.
البته با توجه به واکنش های وی در خصوص به میان نیومدن نام افغانستان و مقابله با هر گونه توهین به افغانی ها و همچنین واکنش های تند در مقابل هر گونه توهین و حرف در مورد عرب ها، احتمال صحیح بودن روایت اول در مورد بیوگرافی وی و به خصوص خانواده و اصالتش صحیح تر به نظر می رسه. ذکر این نکته هم جالبه که ندایاسی در اینستاگرام خود سن خود را 18 سال معرفی کرده و عنوان کرده که دانشجوی کارشناسی ارشده. و اما در کنار اون دو روایتی که از زندگی ندایاسی نقل شد، روایت سوم دیگری هم از ایشون هست و به این صورته که ندایاسی بعد از فارغ التحصیلی برای مهاجرت ابتدا به ترکیه رفت و مدتی در کمپ پناهندگان حضور داشت تا اینکه تونست اجازه اقامت کشور کانادا رو به دست بیاره. بعد از مهاجرت به کانادا از طرف خانواده طرد شد، اما آشنایی و نامزدیش با یک ایرانی به نام کوین ابرا زندگی اونو تغییر داد، اما طولی نکشید از هم جدا شدن. ندا بعد از این رابطه درگیر یک حالت روحی اضطراب و افسردگی شدید شد. میگه بعد از اتفاقات ناخوشایندی که تو زندگی شخصیش و حالت روحی که داشت، تصمیم گرفته برای سرگرم کردن خود به فضای مجازی روی بیاره. به گفته ندا، او در یکی از شهرهای کوچک در ایران با 7 خواهر و برادر به دنیا آمده و در یک خانواده سختگیر سنتی اما ثروتمند بزرگ شده. ندایاسی حداقل قبل از دیپلم در ایران بود و بعد از این سال از طریق دایی افغانی خود در کانادا زندگی میکنه و تونسته اقامت زندگی برای تورنتو این کشور رو بگیره و مهاجرت کنه. ندایاسی در یکی از ویدیوهای خود گفته که ازدواج کرده و طلاق گرفته. به نظر حالا در کانادا زندگی او از طریق روابط غیر اخلاقی میگذره و این وضعیت مشکلات روانی اونو افزایش داده. البته او در پیجش گهگاهی نیز تبلیغات میکنه و با توجه به فالوور زیادی که داره باید درآمد خوبی از این راه داشته باشه. یکی از لایف های جنجالی ایام کرونایی ارتباط ندایاسی و امیر تتلو بود که بیش از 626 هزار تماشاگر داشت که حاوی صحبت های غیر اخلاقی بود. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.